وقتی میخوایم توان بالاتری از یک موتور بگیریم در استیج های بالاتر، یعنی میخوایم اسب تقریبا دو برابری از یک موتور بگیریم یا حداقل نصف توان فعلی موتور رو بهش اضافه کنیم، توی استیج های بالاتر نیاز به یه سری ادوات داریم که آیا این ادوات باید در حالت تنفس طبیعی باشن یا توربو باشن یا تزریق گاز نیتروژن. سلام، امروز میخوایم در مورد انتخاب یکی از این سیستم ها بیشتر براتون توضیح بدیم. فرض رو بر موتور TU5 میگیریم، چون موتور TU5 علاوه بر فراوانی بیشتری که در بازار داره، محبوبیت بیشتری هم برای تیون کردن داره. وگرنه همه ما میدونیم که یک موتور روتاری در یک خودروی مزدا RX-7 جذابیت خیلی بیشتری نسبت به یک 206 تیپ 5 داره. اما میخوایم چیزی که توضیح بدیم خدمتتون اینه که اگه بخوایم توان بیشتری از اون موتور بگیریم، در حالتی که دیگه فقط گرفتن توان بالاتر مد نظر باشه، یعنی توربومون در استیج های بالاتر باشه و بخوایم که توی سیستم های دیگه این رو انجام بدیم، چی کار باید انجام بدیم؟ پس این ویدیو میتونه بیشتر تقابل بین سیستم های تزریق گاز و نیتروژن با استفاده کردن از توربو شارژ باشه، یعنی یا توربو شارژ استفاده کنیم یا تزریق گاز نیتروژن برای توان بیشتر. اول از همه بیشتر میخواییم در مورد توربو شارژ صحبت کنیم، چون انقدر این موضوع گسترده است که در چند تا ویدیو قبلی هم فکر میکنیم که هنوز جا داشت که در موردش صحبت کنیم. چیزی که سیستم های توربو شارژ به شما ارائه میده، بازدهی بالاتر سیستم موتور شماست. بازدهی بالاتر این که از گاز خروجی موتور شما میگیره و اون رو با چرخش پروانه های قسمت توربین تبدیل به توان مضاف برای موتور میکنه. اما چالش نصب یه همچین سیستمی، همونجوری که گفتیم، فقط محدود به یه سیستم توربو شارژ، به یه خود توربو شارژ نمیشه و محدود به خیلی لوازم گسترده میشه. یعنی توی لیست خریدتون باید خیلی چیزها رو مد نظر بگیرید، اما از ECU، اما از هدرروهایی که اونجا هست، اما از تعویض پیستون ها با نمونه تراکم پایین تر که قبلا مفصل در موردش صحبت کردیم. اگر هم بخواید توان مضاعفی بر توان مضاعف قبلی بگیرید، تعویض شاتون ها، تعویض یاتاقان ها، تعویض پیچ ها، حتی در فلای ویل هم مد نظر خواهد بود، ضمن رعایت سیستم های ایمنی در هر مدل از توانگیری، مثل تقویت سیستم ترمز که کمتر بهش پرداخته شده. پس برای توربو شارژ کردن علاوه بر وقت خیلی زیادی که توی نصبش داریم، هزینه زیادی هم باید بپردازیم توی شرایطی که باید خیلی از ماشین‌های داخلی و بالای 1 میلیارد بابتش پول بدیم. اما چیزی که داریم اینجا می‌بینیم اینه که توربو شارژ نصب کردن یه سیستم دائمیه و این سیستمی که روی ماشینتون نصبه، توان و گشتاور رو در یک گراف به شما هدیه میکنه. توانی که به شما اضافه میکنه، اگر بخوایم بر حسب بازده حساب کنیم، یعنی بازده کار بر موتور بخوایم حساب کنیم، تقریبا بازده 1.5 برابری خواهد بود طبق اندازه گیری های سیستم های بازدهی. این سیستم 1.5 برابری سیستم حدودی بر کار موتور بر توان موتور خواهد بود. با نصب این سیستم، همون جوری که گفتیم، حداقل شما، یعنی با فوت کردن در این سیستم هم بخوایم حساب کنیم، یه عددی هولوش 150 تا 200 اسب با زیر موتور فابریک میتونید بگید. سیف بودن یا سیف نبودنش همه به تنظیم دقیق ربط داره. با تعویض زیر موتور، خب اعداد 250 اسب هم میشه گرفت و این 250 اسب در ماکسیموم توان خواهد بود و استیج دوم تیونینگ در بحث توربو شارژ. چیزی که داریم اینجا میبینیم اینه که خب برای توربو شارژ خوب میشه یه عددی هولوش 250 اسب با تورک هولوش 300 نیوتن متر گشتاور رو مد نظر گرفت. در موتور TU5 و برای مثال و سامپل گفتیم خدمتتون. اگه بخوایم نایتروس توش باز کنیم چی؟ خب اول از همه بگیم که لیست کنیم ببینیم انتهای توربو شارژ به کجا میرسه. هزینه بالایی داره نصبش، دائمی خواهد بود، یعنی روی ماشین شما همیشه از تغییرات عمده ای هم باید انجام بشه. مورد بعدی که داره این سیستمی که رو ماشینتون نصبه، باید که حتما ملزوماتش همیشه کنترل بشه، یه کنترل دائمی روی تجهیزات. و مورد آخر این که زمان زیادی هم تقریبا برای نصبش میبره. ولی خب سیستم توربو شارژ یک گرافی به شما میده که اسب بخار بالایی از زمان توی بوس رفتن به شما هدیه میکنه و اون توان رو دارید
این توان در صورت استفاده صحیح، نگهداری صحیح دائمی خواهد بود. اما در سیستم‌های تزریق نیتروژن چطور؟ قبلا گفتیم که در هر شات تزریقی، یعنی بخوایم حساب کنیم 1.2 اسب حدوداً بسته به موتور به ما میده. یعنی مثلا ما بخوایم 50 شات توی یک موتور تزریق کنیم، اولوش 50 اسب رو میگیریم. اما برای 100 شات بخوایم تزریق کنیم، دیگه اون موتور توانش رو نداره. یعنی توی موتور تیو 5 دیگه توان بیش از این نداریم که بخوایم تزریق کنیم، به خاطر همون چیزایی که تو ویدیو قبلا هم گفتیم، مثل از بین رفتن پیستون‌ها، تعامل نکردن واشر سرسیلان و کوبش بر یاتاقان ها که یک خوی این شتاب رو به شما هدیه میکنه. گراف نایتروس به صورت ناگهانی خواهد بود. خوبی نایتروس اینه که دائمی تو سیستم نیست و هر زمان بخواید میتونید از این سیستم استفاده کنید، ولی باید شارژ و دشارژش هم مد نظر بگیرید. مورد بعدی رسیدگی دائمی به شیر و نازل و قطعات مثل اکچوئیتوراش و اینا خیلی مهمه، یعنی سولنویداشو باید چک کنید چون معمولا یخ میزنه در اثر استفاده. ضمن اینکه این سیستم در صورت اینکه هر کدوم از این قسمتاش از کنترل خارج بشه، ریسک آسیب‌های جدی به موتور، حتی ریسک آسیب به سرنشین هم خواهد داشت. همون جور که بارها و بارها تاکید کردیم، طبق قوانین درگ ریس حتی شما باید یه فایروال جدا کننده نسبت به موتور هم داشته باشید. چیزی که داریم میگیم، پس این سیستم نمیتونیم تو شات بالایی در مثلا یک موتور تیو 5 استفاده کنیم، اما با هزینه کمتری تقریبا از کمتر از نصف این سیستم قابل نصبه. نصبش تو کمتر از یه روز انجام میشه. اسب بخار کمتری میتونید در یک حالتی که موتور فابریک باشه از این بگیرید. تکرار میکنم، موتور فابریک، در حد یک هدرز مکش. و مثلا شما اگه روی این 100 اسب ماشینتون فابریک داشته باشه، تا 140-150 اسب میتونید با این سیستم بیاید. ولی خب میبینید که با یه سری سیستم‌های دیگه میشه اعداد خیلی قشنگتر و دائمی‌تر گرفت. اما این قضیه چه زمانی فرق میکنه؟ زمانی که ما یک خودروی وارداتی داریم، مثلا خودروی هیوندای جنسیس، اگه بخوایم توربو شارژش کنیم به سری چالش‌ها خواهیم خورد. مثل اینکه توربو شارژش بسیار هزینه بره، کیت‌های توربو شارژش تا الان ما ندیدیم یا کمتر دیدیم با موفقیت تو کشور روی ماشینی اجرا بشه. و ضمن این که ما یه کاری می‌خوایم که استهلاک کمتری هم داشته باشه. توی موتورهای با حجم بالاتر، سیستم‌های تزریق گاز خیلی بهتر عمل می‌کنن. چطور؟ یعنی تو شات کمتر نسبت اسب بالاتری میدن. ماشین هولوش 260-70 اسب با تزریق گاز یهو بالای 340 تا میده و با شات‌های بیشتر هم میشه داخلش تزریق کرد. دیدیم که توی موتور RC با استفاده از گاز توان‌های خیلی زیبایی گرفتن. دیدیم که توی موتورهایی که اصلا برای کار این ساخته نشدن، مثلا مثل سراتو، تزریق گاز نیتروژن انجام شده. پس چیزی که داریم میبینیم توی موتورهایی با حجم بالاتر و ماشین‌های وارداتی که سخته بخوایم توربو شارژ کنیم یا سیستم‌های مشابه استفاده کنیم، تزریق گاز موثره. و این فقط زمانی اجرا میشه که شما بخواید درگ ریس کنید و شتاب لحظه‌ای بخواید، لحظه فشردن سویچ و لحظه برداشتن دست از سویچ، این سیستم وارد مدار میشه. اما مثل همیشه بهتون میگیم رعایت بحث ایمنی و رعایت میزان استفاده این گاز میتونه ضامن حفظ سلامت خودتون و ضامن حفظ سلامت موتور ماشین شما باشه. همون چیزی که الان داریم میبینیم و استفاده میکنن و خیلی شیک ازش توان میگیرن. مورد بعدی که این سیستم ها دارن، باز هم میبینیم که استفاده از گاز خیلی کم هزینه تره، سریعتر اجرا میشه در خودروها و توی موتورهای آمریکایی حجم بالا مثل اسمال بلاک و بیگ بلاک های آمریکایی میبینیم که اعداد بسیار قابل توجهی حتی تا دو برابر با تزریق شات‌های گاز حتی به صورت خشک گرفتن. حتی در نمونه‌های کاربوراتوری دیدیم که اون فلنج‌های تزریقگر که سر دریچه گاز بس میشن و گاز از اونجا آزاد میشه سر کاربوراتوری خودروهای به اصطلاح کاربوراتی که در سیستم های قدیمی تر بود، بازم توان مضاعف گرفتن. پس این که بخواید از سیستم توربو شارژ استفاده کنید یا سیستم تزریق گاز، اول به اسب مورد نظر، دوم به نحوه اجرای اون کار و سوم نوع انجینی که دارید مد نظر قرار داده میشه.
این نظر شخصی یه تیونر میتونه باشه که توی اینجا بهتون بگه که کدوم سیستم به درد شما میخوره. اگه TU5 داری که یه هررز مکش و میخوای یه توان بالاتر بگیری، با هزینه‌ای که میخوای روی این بکنی میتونی خب روش سرمایه گذاری بکنی، تیونینگ اصولی انجام بدی، میل سوپاپ تعویض کنید، استروک میل لنگ رو تغییر بدید، روی سرسیلن و روی بهینه سازیش کار کنید و غیره و ذالک. عدد 140-50 است میتونید بگیرید. اما اگه بخواید یه TU5 100 اسبی رو فقط با تزریق گاز بخواید یه توان لحظه بگیرید، شاید لذت بخش باشه، اما اصلا چیز قشنگی در نخواهد اومد. اما اگه بخواید توربو شارژش کنید، خب قشنگتر و چیزی که قبلا در موردش گفتیم. توی موتورهای حجم بالا هم همونجور که گفتیم تزریق گاز باز میتونه بهتر باشه. شما یه ماشینی دارید که 240 اسب، مثلا خودروهای خانواده هیوندا رو مثال میزنم، ولی با تزریق گاز میتونید اعداد خیلی بالاتر بگیرید. ضمن اینکه اگه بخواید گاز بیشتری توشون تزریق کنید، پیستون‌هاش باید یه مقدار تغییر کنه، گیربکس‌هاشون باید به گیربکس‌هایی با تحمل گشتاور بالاتر تبدیل بشه، حتی دف‌هاشون هم باید تغییر پیدا کنه. باز در مورد این سیستم‌ها بیشتر توضیح میدیم و همون جوری که گفتیم توربو شارژ باز هم میگیم که یه چیز دیگه است در TU5.